سلام دوستان، من اومدم با یه ویدیو جنجالی دیگه از کی بود. ویدیوی ما درباره افشاگری کیانوش رستمی از مواد نیروزاییه که در غذاش میریزن. کیانوش رستمی وزن بردار خوب کشورمون در مصاحبه اخیرش از دلیل نرفتنش در اردوهای تیم ملی افشاگری کرد و گفت میترسم در غذا مواد نیروزا بریزن و اتفاقی برام بیفته. حاضرم مدال نگیرم ولی این اتفاق برام نیفته. من توی زیرزمین با دمای 40-50 درجه تمرین میکنم. در ادامه قسمتی از مصاحبه اون رو با هم میبینیم. کیانوش رستمی خود توی جدول هستن در حال حاضر، یعنی ما میگیم ولش کن اینو بیرون کنیم. میشد دوتاتون با هم تو مسابقه جهانی باشیم؟ اصلا هیچ مشکلی نداشت، اصلا میشد بنده برم اونجا فقط وزن بکشم و بیام بیرون. تمام. ولی خب نخواست. البته اینا دست این نخواستن خب یه چشم اندازی هم داره. شاید فدراسیون به این فکر میکنه که آقا من الان این کار رو بکنم، کیانوش بره اونجا فقط وزن بکشه برگرده که تو مسابقات بوده باشه، به المپیک برسه، بعدش رو میخوام چیکار کنم؟ بعدش دیگه مگه من میتونم سهمی المپیکو از کیانوش بگیرم بدم به مصطفی جوادی جوان؟ یعنی به نظرم اینم یه جرقه ایه. نظر چیه در موردش؟ به نظر من سکوت زیباترین چیزه. چند تا دلیل داره که توی اردو تیم ملی تمرین نمی کنم. بذار با استراحت برای مردم عزیزم یه بار بگم. بگو چی شد اصلا از المپیک ریو؟ می ترسم. تو دیگه واسه چی میترسی؟ میترسم. از چی میترسی؟ از اینکه مواد نیروزایی توی غذای من بریزن و یه اتفاق برای من بیفته. حاضرم مدال نگیرم تا آخر عمرم، ولی این اتفاق یعنی تو 8 سال تقریبا تو اردو شرکت نمی کنی؟ من یه جایی تمرین میکنم توی زیرزمین، حتی با دمای 40-50 درجه، کولر نداره. بچه‌هاتون رو بفرستین نگاه کنن، بیان نگاه کنن ببینم. من چون عاشق کشورمم، عاشق مردممم، خدا شاد اونجا دارم تمرین میکنم. ببین به خدا بیای اونجا گریت میگیره، میگه آدم عادی نمیتونه اونجا تمرین کنه. آخه این همه وزنه بردار دارن تمرین میکنن، این ترس چطور برای تو فقط پیش میاد؟ شما میتونی یک کمی برگردی به 7-8-10-15-20 سال گذشته و اتفاقاتی توی وزنه برداری افتاد که دوران ورزشی بعضیا رو مشابه بنده خراب کرد. این تجربیات خیلی بنده رو کمک کرده. خدا رو شاکرم که توی دوران ورزشیم همیشه پاک بودم و هیچ وقت دوپینگ نکردم و همیشه با قدرت برای آزمایش دوپینگ آماده بودم. کیانوش رستمی متولد 1 مرداد سال 1370 در کرمانشاه وزنه برداره و دیپلم رشته کامپیوتره. مدتی در دانشگاه سما حسابداری خونده و حالا به خاطر افتخارات ورزشیش دانشجوی لیسانس رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاده. اون در شهر اسلام‌آباد استان کرمانشاه به دنیا اومد. 4 خواهر و 3 برادر داره. یکی از خواهرانش اون رو بسیار دلسوز و مهربون معرفی میکنه و میگه در راه ورزش سختی زیادی کشیده. به واسطه برادرش که وزن بردار بود با این رشته آشنا شد. در همون روز اول به خاطر فیزیک بدنیش همه با حالت تمسخر به اون میگفتن به درد کشتی میخوره نه وزن برداری. اما تشویق برادرش باعث شد اون این رشته رو ادامه بده. خودش هم میگه اوایل سررشته ای از وزنه برداری نداشتم و قبل از اون در ژیمناستیک و کاراته کار کرده بودم و در همه اونها جزو بهترین ها بودم. اولین بار در سال 1381 وقتی تنها 11 سال داشت به همراه افراد بزرگتر از خودش در مسابقات استانی شرکت کرد و در هر دو ضرب با مهار وزنه 50 کیلوگرمی سوم شد. اولین افتخار بین‌المللی کیانوش رستمی از سال 1389 با گرفتن مدال نقره در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن 85 کیلوگرم در کشور چین اون رو وارد مرحله جدیدی کرد. بعد از اون مدال نقره مسابقات جهانی رو در سال 1390 به دست آورد.
اون در المپیک تابستانی 2012 لندن در 21 سالگی تونست با مهار 171 کیلوگرم در یک ضرب و 209 کیلوگرم در دو ضرب و در مجموع با 380 کیلوگرم به مدال برنز برسه. 4 سال بعد به خاطر مثبت اعلام شدن نفر دوم مسابقات، مدال برنز اون به نقره تبدیل شد. جای المپیک خیلی فرق میکنه. کیانوش با بسم الله آغاز میکنه، ما سکوت میکنیم تا شما تصویر رو ببینیم، مجدد در خدمتتون خواهیم بود. ماشاءالله کیانوش، ماشاءالله کیانوش، بزنه رو خیلی کیانوش در المپیک ریو 2016 تونست با رکورد یه ضرب 179 کیلوگرمی و دو ضرب 217 کیلوگرمی و مجموع 396 کیلوگرم ضمن شکست رکورد المپیک به مدال طلا برسه. این وزن بردار بعد از درخواست تمرینات شخصی با برادرش در المپیک 2016 و گرفتن طلا با افتخار سرش رو بالا گرفت و گفت مربی ندارم و بدون مربی قهرمان شدم. اون تهدید کرد اگه بخوان مانع تمرینات انفرادی اون بشن وزن برداری رو کنار میذاره. طبق گفته ها به خاطر تکبر و غرور ناشی از عدم همکاری با سرمربی تیم ملی و تمرینات انفرادی و عدم تجربه مربیش در مسابقات جهانی آمریکا در اسفند سال 1396 با انتخاب وزنه های اشتباهی در دو ضرب ناکام موند. اون برای دومین بار در تابستان سال 1397 در بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی با ناکامی در مهار وزنه‌های انتخابی در دو ضرب از گردونه مسابقات حذف شد. مهر ماه سال 1398 هم این وزنه بردار با اشتباهات مربی شخصیش یعنی برادرش در مهار وزنه 180 کیلوگرمی از مسابقات قهرمانی جهان در تایلند 3 بار ناکام موند و از مسابقات دو ضرب هم کناره گیری کرد. آره تنهایی تمرین میکردم، من خودم مربی خودم بودم، هیچ کس مربی من نبود، خودم تک تنها. خدا رو شکر میگه خدا بخواد بد بده چشمتو میبنده میذاره کف دست. این وزنه بردار هنوز ازدواج نکرده و مجرده. گفته که من تنها کسی هستم که تغذیه‌ام به صورت حرفه‌ایه. نون و برنج اصلا شاید نخورم، اما سبزیجات زیاد مصرف میکنم که میتونید از پزشکم بپرسید. وقتی 8-9 ساله بودم به هیچ چیزی فکر نمیکردم، چون نمیدونستم میخوام ورزشکار بشم یا درسم رو ادامه بدم. اون زمان عشق من این بود پدرم من رو به رودخانه ببره و ماهی بگیرم. بدون اغراق بگم بهترین اتفاق برام دیدار با مقام معظم رهبری بود. یه هدیه بسیار با ارزش ازش دریافت کردم. هر زمان که انگشتر رهبر رو دستم میکنم شیرینی اون لحظه برام تداعی میشه و از اون انرژی زیادی میگیرم. مرسی از نگاه‌های زیبای شما کی بودیا که تا اینجای ویدیو همراه من بود. حتما با نظرات قشنگتون ازم حمایت کنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله هم فراموشتون نشه.